خیلی خوشحالم که یه ویدیو دیگه میخوام براتون بگم و این ویدیو در مورد مهارت نرمه و داستانهای من و مهارت ارتباطی. خوشحال میشم که گوش بدید. خیلی ممنون. خب قبل از اینکه بریم وارد مبحث اصلی بشیم، احتمالاً من توی کانال بیشتر میخوام در مورد مهارت نرم حرف بزنم، یعنی تیکه سافت اسکیل، کار تیمی و چیزای این مدلی رو بیشتر ارائه میکنم و خب این ارائه کردنه باعث میشه که احتمالاً شما هم بیشتر به دردتون بخوره، حداقل بازخوردهای مستقیم و غیر مستقیمتون اینو گفته. حوزه سیستم عامل رو تا اینجایی که گفتیم نگه میداریم و میریم یه چیزای دیگه که مرتبط با اون رو میگیم و این اون چیزای دیگه خیلی دیگه حالا کلاسیک درس طور مثل این چیزا نیست، شاید یه کمی پراکنده و غیر منسجم بشه، ولی باز سیستم عامله. یه کمی میریم در مورد زبونهای برنامه نویسی حرف میزنیم که این زبونها چی هن، چی کار میکنن و اصالتاً چجوری مشکلات ما رو حل میکنن، یا اصلا هر زبونی چیه، به چه درد میخوره، کجا میشه بیشتر ازش استفاده کرد و احتمالاً یه کمی نک میزنیم به ساختمان داده و الگوریتم. مثلا بیایم از یه زاویه عجیب غریبی وارد میشیم، میگیم که آقا مثلا بیتری که یه ساختار داده یه، یا بیتری پلاس که یه ساختارمان داده یه خیلی پرکاربرد توی مثلا فایل سیستم اصلا چیه، چجوری کار میکنه و تو فایل سیستم های مختلف چجوری پیاده سازی شده، مثلا یه چیزای ترکیبیه، اینجوری نک میزنیم به ساختمان داده و طراحی الگوریتم. همینطور که گفتم این ویدیو بیشتر در مورد داستان‌ها و تجربه‌های منه. من اولین شغلی که گرفتم بین سربازی رفتنم بود و تموم شدن دانشگاه، یعنی چند ماه بیکار بودم و بعد از اون بیکار بودن چند ماه رفتم تری یک کاری و اونجا ما اکشن اسکریپت کد می‌زدیم، بازی تولید می‌کردیم و نرم‌افزار مالتی‌مدیا تولید می‌کردیم، از این سی دی مالتی‌مدیا که شاید یه روزی دیده باشیدشون. بعد توی این کار اینجوری بود که خب بالاخره کار سفارش مشتری بود، یه جاهای موبایل تحویل میدادیم و یه شب تا دیر وقت من توی شرکت بودم که مثلا به تحویل برسیم. از اون طرف هم از قضا من مهمون داشتم، توی این مهمون داشتن مهمونای من مثلا پشت در مونده بودن تو خیابون اینا، من شیراز بودم مثلا تهران نبودم اون موقع و خیلی اذیت شدن. به همین خاطر من فردا صبح یکم بیشتر پیش این مهمونام موندم و تلاش کردم یه خورده مثلا وضعیت دیشب رو جبران کنم، به همین خاطر دیر رسیدم سر کار. مدیر مستقیم من همونجا گفت که آقا اگه میخوای اینجوری بیای سر کار دیگه نیا اون روز سر کار، و من هم همونجا گفتم که آها، گفت اگه از فردا میخوای نیا اینجوری بیای سر کار دیگه نیا، من هم گفتم آقا چرا از فردا، من اصلا از امروز نمیام. لگد زدم زیر میز و از اون شرکت خارج شدم و تهش گفتم که آقا جان من فقط هر چی کارتا الان داشتیم اگه باک پیدا کردید در خدمتتونم، وگرنه که شما رو به خیر و ما رو به سلامت دیگه، یعنی نمیشه با هم تو این شرایط همکاری کرد. و زدم زیر میز، اتفاقا الانم به نظر خودم کار خوبی نکردم. اگه احمد رضا احیانا این ویدیو رو میشنوه یا میبینه ازش عذرخواهی میکنم، حالا بعدا میگم که چطور بود، چطور میشد بهترش کرد. دومین کار من کار جذابی بود، خیلی از انجام دادنش خوشم میومد، ولی دوتا اشتباه کردم. اولا اینکه بیش از اون حدی که کار از من انتظار داشت درگیر شدم. یعنی چی؟ یعنی اینکه من خب همه دوست داریم که با جون و دل برای کارمون کار بذاریم، وقت بذاریم، اما اینجا من وارد بیزنس شرکت شدم، یعنی شدم مثلا یه بخشی از بیزنس شرکت. اون بیزنس شرکت کلی پول و سرمایه و با بدبختی و اینا جور کردیم اومدیم یه کاری بکنیم و شرکت به هزار تا دلیل تو اون کار شکست خورد و اون بیزنسی که ما با شروع کردیم و کنسل کرد و این شد که من از اون کار خواهنخواه خارج شدم. دلیلم هم درست بود، من نمیتونستم اون موقع اون ضرری که کرده بودم با اون کاری که داشتم میکردم به عنوان برنامه نویس رو از هم تفکیک کنم و ترسیدم که از کارم بدزدم و از یه جایی با حقوق بالاتر حتی اومدم یه جایی با حقوق پایینتر که بتونم کارم رو ادامه بدم و چیز شد. و تهش اونجا هم اینجوری شد که خصومت شخصی پیدا کردم ما اونجا، حالا شاید برای آدمایی که از نزدیک منو میشناسن اینو تعریف کرده باشم، و اینکه منافع هم از دست دادم. یعنی وقتی که به عقب نگاه میکنم هم دوره های من الان جایگاه خیلی بهتری دارن نسبت به من. و چند تا کار بعد باعث شد که برم فرصت یادگیری مهارت ارتباطی برام ایجاد بشه، برام کلاس بذارن،
و به همین اسکیل ها رو یاد بدن. نکته بعدم این بود که من بعدن هم همینطور که گفتم خودم با قبلی ها هم دوره های خودم مقایسه کردم که ببینم آیا من اشتباه میکردم یا نه، و دیدم که آره من توی نگاه به گذشتم آیا من خودم اشتباه کردم و یه چیزای مهمی بوده که میشده بهتر باشه و نشده، و حالا میریم ببینیم که اونا چی هستن. نکته اولش اینه که تو محل کار اولا من ارتباط غیر مؤثر داشتم. یعنی چی؟ یعنی نمیتونستم بگم که آقا جان من مهمون دارم، مهمون رو در وسیدار دارم، باید برم، اینا پشت درن، تو خیابونن، یا هر چیزی. یا یعنی نتونستم اونجایی که مثلا و میگم مذاکره نکردم، اونجایی که بهم گفت از فردا نیا، بگم آقا جان اصلا این شرط کارت درست نیست، بیا شرط کارو درست کنیم ادامه بدیم، هم کارمون بنده خدا نمیخوابید و بیزنسش وسط مثلا آخرای تحویل من یهو زیر پاشو خالی نمیکردم و هم اوضاع بد نمیشد. یعنی مذاکره کردن هم اونجا درست بود و به نظرم مثلا جا داشت که ما مذاکره کنیم، یعنی اینجوری نبود که راه مذاکره بسته باشه، اما خب کم تجربگی من اصلا باعث شد که اون اتفاق بیفته. توی اون شغل دوم هم که توی اون بیزنس قاطی شدم، یکی از دلایلش این بود که درست گوش ندادم. اتفاقاتی که توی اون شرکت میافتاد، حرفا، همه چی معلوم بود که اون کاری که من میکنم احتمالاً شکست میخوره و به اون نتیجه میرسه، ولی من چون این مهارت رو نداشتم که درست گوش بدم و درست بفهمم ماجرا رو، باعث شد که برم تو اون کار قاطی بشم و یه منافع شخصی رو از دست بدم، و این هم خب خیلی خیلی میتونست اوضاع من رو متفاوت کنه. و در مجموع به این نتیجه رسیدم که خب پس من اشتباه کردم، آدم اشتباه میکنه و خوبه یه روزی بفهمه که این اشتباهو کرده و بره مثلا خودشو بهتر کنه. این بود تجربه‌ای که من مستقیما از بد بودن مهارت ارتباطی ضربه خوردم. حالا به نظرتون اینه که، یعنی ممکن این سوال براتون پیش بیاد که از کجا یاد بگیریم؟ پیشنهاد من اینه که به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل. یعنی اینکه هر جا هر مطلبی هر چند پیش پا افتاده ناقص کم و زیاد گیرتون اومد، یادش بگیرید، مصرفش کنید تا بفهمید که اصلا چارچوب این علم یا این مهارت چیه و کجاست و چی کار باید بکنید. نکته دوم اینه که من خودم بعد از اون کلاسی که شرکت برام گذاشت، باز هم در این مورد خوندم و یه درس خیلی مدونی خوندم که توی مجموعه The Great Course هست در مورد Communication Skill، که لینکشو توی توضیحات گذاشتم که حالا هر کی خواست بره پیداش کنه، دانلود کنه و استفاده کنه. نکته سومم اینه که مشورت بگیرید، از آدمهای اهل فن مشورت بگیرید. اکثر معاونتای HR ما، کسایی که کار HR میکنن تو شرکت‌های ما، منابع بسیار خوبی در این زمینه دارن. ممکنه خودشون اهل فن نباشن، خودشون دقیق استاد این کار نباشن، اما خیلی راحت میتونن با یه شبکه‌ای که دارن سوال پرسیدن و راهنمایی گرفتن پیدا کنن که شما از کجا برید و این مسئله رو یاد بگیرید. پس مشورت هم بگیرید. خیلی ممنون که گوش دادید. این ویدیو هم تموم شد. حتما ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید اگه دیدید به دردتون میخوره. سابسکرایب کنید، اون زنگوله رو بزنید. منم یه مدتیه که چیز شدم، دوباره خسته شدم از ویدیو ضبط کردن. البته نه خیلی زیاد، درگیری‌های دیگه داشتم، نرسیدم ویدیو ضبط کنم. به همین خاطر یه دو هفته فاصله افتاد. تلاش میکنم که جبرانش کنم. خیلی خوشحال شدم که گوش دادید. خدا نگهدار.